همه ما دوست داریم، به همین دلیل همه ما عیبامونو قایم میکنیم. مامان خودت، مامان اصلا اینجوری نیست که سعی بکنه کسی کاری لباس بچه رو نبینه، میبره قشنگ تمیزش میکنه و یه پارچه عطر هم نمیده، ماشاءالله خودش بچه معطره. مامان خودت. یه درد بزرگ اینه که بدیها گوش و کنار دل انسان قایم میشن. چرا؟ چون انسان از بدیها بدش میاد، سعی میکنه اونا رو نبینه، به جای اینکه سعی کنه اونا رو نداشته باشه، سعی میکنه اونا رو نبینه. نه آقا، ما پاک میکنیم. حالا پاک کردن چون سخته، بعد انسان هم عجله داره، میگه فعلا قایم کنم، بعد یه قایم میشه دیگه. انسان موجودیه که چون به پاکی ها علاقه داره، عیبای خودش رو پنهان میکنه. انقدر پنهان میکنه که انکار میکنه. انقدر انکار میکنه که خودش رو پاک تلقی میکنه. یه رفتاری ما داریم به عنوان رفتار دفاعی. آدم ها از خودشون دفاع میکنن. مثلا اینجا یه کمی زمین خیسه، یه لیوان هم افتاده. شما نریختی؟ من نشستی پیشش. میگم که آقا آبو اینجوری چرا ریختی زمین؟ آقا من نریختم. حالا اگه ریخته باشه چی؟ آخه اینجا جای آب گذاشتنه. آدم ها خودشون دفاع میکنه. نکرده باشه که میخواد بزندت. آقا چرا آب ریختی؟ من نریختم. حرف دهن تو بفهم. میخواد بزنه. ریخته باشه یه توجیه میکنه. رفتار دفاعی. نه آخه میدونی؟ رفتار دفاعی همون بیماریه که عیبای آدم ها از چشم آدم پنهان میکنه. و کسی عیب پنهان کرد بدبخته. کیا میخوان عیبای پنهان خودشون رو پیدا کنن؟ کیا؟ هر کی میخواد این کار رو انجام بده. یه دستگاهی هست زباله ها رو تبدیل میکنه به انرژی. اون دستگاه، دستگاهی لیزر توش استفاده میشه. عیباتو بنویس، بذار رو کاغذ جلوت با لیزر نگاهت، بگو تو اینی. خجالت نمیکشی، تو اینی. درست میشه، انرژی میشه. میخوام داد بزنم، میشه 40 سال عبادت. زن مکل نفسه که افضل من عبادته که 40 سنه. میگی وای بر من، خجالت بکش. میشه چی؟ میشه 40 سال عبادت. خدا میفرماد عیبای تو مثل آشغالایی میمونه که تو وجودت هست. اینا رو پنهان نکن، اینا رو با استغفار بریز بیرون. هر جایی هم نریز، بیا یه جایی بریز که من بتونم نابودش کنم. در خونه خود من بریز. در خونه خدا کثیف میشه، من تمیزش میکنم، من طاهرم، من میتونم دفنشون کنم. بیا نه قایم کن تو کمد، بوی تعفنش برد میداره. قشنگ کارتک بکش تمیز کن، ورش دار بیار، بیار بده خودم، از بین ببرم. بدیها گوش و کنار دل انسان قایم میشن. چرا؟ چون انسان از بدیها بدش میاد، سعی میکنه اونا رو نبینه، به جای اینکه سعی کنه اونا رو نداشته باشه. مامان خودت باش. مامان اصلا اینجوری نیست که سعی بکنه کسی کاری لباس بچه رو نبینه. میبره قشنگ تمیزش میکنه و یه پارچه عطر هم نمیده، ماشاءالله خودش بچه معطره. مامان خودت.